أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال می کنند؟ خبر بزرگ و پر اهمیت، آن خبری که پیوسته در آن اختلاف دارند. چنین نیست که آنها فکر می کنند، به زودی می فهمند. باز هم چنین نیست که آنها می پندارند، به زودی می فهمند که قیامت حق است. آیا زمین را محل آرامش قرار ندادیم؟ کوها را میخای زمین؟ شما را به صورت زوجها آفریدیم، خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم، شب را پوششی، روز را وسیله ای برای زندگی و معاش، بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم، چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم، از ابرهای بارانزا آبی فراوان نازل کردیم، به وسیله آن دانه و گیاه بسیار برویانیم، باغهایی پردرخت، روز جدایی میعاد همگان است، روزی که در سور دمیده می شود و شما فوج فوج می آیید، آسمان گشوده می شود و به صورت درهای متعددی در می آید، کوها به حرکت در می آید و به صورت سرابی می شود. سلمن در آن روز جهنم کمینگاهیست بزرگ، محل بازگشتی برای طغیانگران، دتهای طولانی در آن می مانند. آنجا نه چیز خونکی می چشند و نه نوشیدنی گوارایی، آبی سوزان و مایعی از چرک و خون، این مجازاتی است موافق و مناسب اعمالشان، با که آنها هیچ امیدی به حساب نداشتند. آیات ما را به کلی تکذیب کردند، ما همه چیز را شمارش و ثبت کرده ایم، بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم. سلمن برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است، باغ‌های سرسبز و انواع انگورها، بوریانی بسیار جوان و همسن و سال، جام‌های لبریز و پیاپی از شراب طهور. اینجا نه سخن لغو و بیهوده‌ای می‌شنوند و نه دروغی، پاداشی است از سوی پروردگارت و عطیه ایست کافی. آن پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است، پروردگار رحمان. و در آن روز هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخنی بگوید. روزی که روح و ملائکه در یک صف می ایستند و هیچ یک جز به اذن خداوند رحمان سخن نمی گویند، و آنگاه که میگویند درست میگویند. روز حق است، هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمیگزیند. ما شما را از عذاب نزدیکی بیم دادیم، این عذاب در روزی خواهد بود که انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده میبیند و کافر میگوید ای کاش خاک بودم و گرفتار عذاب نمی شدم.